بالاخره یه روز برمیگردی، مطمئنم. امیر، امیر حالت خوبه؟ رسانه اینترنتی مووی باز با افتخار تقدیم می کند. ببینین، من شما رو نمیشناسم، نمیتونم اجازه بدم بیاین تو. منم تو رو نمیشناسم. تو کی هستی؟ من اینجا کار میکنم. میشه شما خودتون رو معرفی کنین خانم؟ اینجا محل کارته، درسته؟ ببین، اینجا خونه پسر منه. پسرم کجاست؟ کان کجاست؟ خانم محترم، از سر راه برو کنار، من اومدم دنبال پسرم. کان کجاست؟ نه، شما مادر کان نیستی. من خودم عکس مادر کانو دیدم، شما نیستین. چی کار میخواین بکنین؟ هرچه زودتر از اینجا برین، وگرنه زنگ میزنم به پلیس. تو عکس مامانشو دیدی؟ ببینم این حرفو جدی میگی؟ موهاش چه رنگی بود؟ پرسیدم موهاش چه رنگی بود؟ شما دیوونه. ازت پرسیدم موهاش چه رنگی بود؟ طلایی. طلایی؟ طلایی بود. رنگ موهاش طلایی بود. گفتی موهاش طلایی بود. آخه تو از کجا میدونی رنگ موهای مامان کان طلایی بود؟ جواب بده. مامان میگه رنگ موهای مامان کان طلایی بود. ببینین تو. دخترم خواهش میکنم عزیزم، ببینین تو. چرا بدون اینکه به من بگی اومدی اینجا؟ ببینین دخترم، ازت خواهش میکنم. این زن همین الان باید از اینجا بره. همین الان. باشه. باشه عزیزم. تو دیگه واسه اینجا وایسادی. زود باش برو، واسه سلت جمع کن از اینجا برو. ببینیم دخترم کیو عزیزم، بیا بگیر اینا، بگیر زود از اینجا برو. پلیس اومدن. وایستین پلیس. تکون نخور، دستاتو ببر بالا، نداری فرار کنم. رود باش، حرکت کن. را بیاد. یه کلمه هم نمیخوای حرف بزنی؟ عمر؟ عمر چی شده؟ هیچی، چیزی نیست. عمر صبر کن، دیدم دستت یه چیزی شده. عمر درو باز کن. عمر میگم درو باز کن، دستت چی شده؟ زلال چی شده؟ چیزه بابا رضا. ببینم کی تو دستشوییه. عمر؟ آره عمره. مگه چی شده؟ عصر بخیر بابا. از عمر یلماز شکایت شده، باید با ما بیایم کلانتری. هانده زنده است، اما ازم دوره. پس منم دست کمی از تو ندارم، میدونی؟ مرگ و درد عشق فرق زیادی با هم ندارن، هر دوش غم از دست دادنه. تو داری هر دوشو تجربه میکنی،
اما مجبور نیستی این درد رو تنهایی تحمل کنی. کجا داری میری؟ مثلا داشتیم حرف میزدیم، من دلم واسه حرف زدنه با تو تنگ شده. حالا چی میشه اگه دو دقیقه با هم حرف بزنیم؟ خب چی میشه؟ مثل روزای گذشته دیگه. هیچی مثل گذشته ها نمیشه. نمیدونم چطور میشه برگشت به اون روزا داداش. نمیدونم. ببین هنوز یه چیزی مثل قدیمه هست. تو دوباره به هم گفتی داداش، بیا برسونمت خونه. بری. دیدیشو بچه های نیم وجبی رو میگم، همشون همسن داداش شدن، همشون هم تو بهترین مدرسه ها درس میخونن، ولی ببین چه کارهایی که نمی کنن. من مادر جان سویسال هستم. از اینجا به من زنگ زدن، گفتن پسرم اینجاست، اما پسر من همچین بچه ای نیست. واقعا نفهمیدم چرا آوردنش اینجا. جان پسرم، چرا آوردنت اینجا؟ خواهش میکنم آروم باشی، بهتون توضیح میدم چه اتفاقی افتاده. اگرم قضیه کش پیدا کنه میفرستیمشون کارو. شما؟ بله، تو بیمارستان همدیگر رو دیده بودیم. شما مادر امیر سرافوغلو هستی. شانس آوردی کوچولو، زخم دوستت زیاد عمیق نیست. پسرم تو، تو با این بچه چی کار کردی؟ دخترم اگه چیزی لازم داشتی من پایینم، حتما بهم خبر بده. باشه. شب بخیر. شب بخیر. این دفعه همه چی درست میشه، چون من اومدم. هرچند زندگیمون از هم پاشیده، ولی نمیذارم اینجوری ادامه پیدا کنه. دوباره درستش میکنم. آره، دوباره یه خانواده میشیم و من دوباره کارای به دست میارم. کان پسرم، ببینم این پسر کلسوم. خوش اومدی. تو اینجا چی کار میکنی؟ واسه چی اومدی اینجا؟ گرسنته؟ تازه از راه رسیدی. تا یه دوش بگیری من واسه شام آماده میکنم. پرسیدم تو اینجا چی کار میکنی؟ من برگشتم کورای، نتونستم دوریتون رو تحمل کنم. برگشتی؟ پینار، پینار کجاست؟ اون پرستاره؟ آره پرستاره. اون رفت. چطوری رفت؟ تو این موقع شب اونو بیرون کردی؟ جواب بده کلسوم. حالا که من اومدم دیگه به پرستار احتیاجی نیست. تو واقعا اونو این موقع شب بیرون کردی؟ آره. من نمیدونم راجع به این اتفاقات چی بگم، اما دیگه از حد گذشته. واقعا دیگه از حد گذشته. عمر یلماز، شاکی هستی؟ نیستی. شکایتی نداری. عمر، شاکی نیستم. پس دیگه نمیخوام هیچ کدومتونو اینجا ببینم. فهمیدی؟ منتظرت بودم. چی میخوای؟
میخوام برای یه دقیقه به حرفام گوش بدی. یه اتفاق مهمی افتاده و فکر کردم تو هم باید بدونی. برادرت داره راه تو رو ادامه میده. دیروز برای یه مدت کوتاه مهمونمون بود. دعوا کرده بود. یه بچه دیگر رو با تفنگ بادی زخمی کرده. فکر کردم لازمه بدونی. نمیخوام چیزی بدونم. چه بخوای چه نخوای زندگی ادامه داره و تو هم نمیتونی اینجوری ادامه بدی. تو هنوز زنده ای امیر. دیگه چقدر میتونی طوری رفتار کنی که انگار هیچی واسط مهم نیست. ببین اگه کلثوم نیومده بود هیچ وقت تنهات نمیذاشتم، اما میدونی تو بیمارستان 4-5 ساعت طول میکشه. معذرت میخوام، تو هم خسته میشی اما چاره ای نیست. بابا رضا میخوای منم باهات بیام؟ نه دخترم، تو باید به کلاست برسی. گچ کلمدم مثلا یه پس تو اتوبوس نرفته منم برم. چیز مهمی نیست عمر. بابا دستم طورش نیست، بی خودی داریم میریم بیمارستان. نه نه، باید به یه دکتر نشونش بدیم. همینجوری با یه پماده علکی نمیتونیم از سرمون واکنیمش. یانک بو امروز نمیری مدرسه، را بیاف بریم به جام دش. باور کن فقط واسه اینکه پیش بابا رضا خجالت نکشی چیزی نگفتم. اما ماشین داماد سابقه دم دره خدیجه خانوم. به درک دم دره. من چی کار باید بکنم؟ اگه برم بالا یه درد، بمونم پایین یه درد. تو واسه چی میری بالا ها؟ به هر حال اونا یه روزی زن و شوهر بودن. بعد مدت ها هم دیگر رو دیدن مگه نه؟ منو ببین، به خدا قسم میگیرم زیر پام لهت میکنم. آخه بی ادبی تا چه حد دختر؟ این کارای کلثومو میبینی؟ رفته خونه شوهرش که ازش طلاق گرفته و شبم مونده. این در شأن خانواده ماه؟ کار داری میکنی؟ نه هیچی، فقط کان کجاست؟ گرفته خوابیده. پردای اتاقشم کشیدم. بیا تا کان بیدار نشده با خیال راحت با هم صبونه بخوریم، درست مثل قدیما. کلثوم باید با هم حرف بزنیم. هنوز چند ماه از رفتنت نگذشته، یه هایی برمیگردی و میگی من برگشتم که چی بشه؟ من نتونستم دوری پسرمو تحمل کنم، واسه همین از کارم استفاده دادم و برگشتم استانبول. بعد اینکه دلتنگیم برطرف شد، تو مدرسه‌های خصوصی دوباره دنبال کار میگردم. آره بازم میخوام کار کنم، اما اینجا تو استانبول. باشه قبوله، هر جور راحتی. الان یه کاری میکنیم، تو واسه خودت یه خونه پیدا میکنی، بقیهشم میسپاری به من، باشه؟ اما اینجوری نمیشه، اینجوری نمیشه. بعدن حرف میزنیم. آره حرف میزنیم.
نگران نباش، فقط میخواستم اینو بدم و برم. مونده بود روی در، یعنی روی در خونتون با فریها. دیشب خوابم نمی برد. شب وقتی داشتم از پنجره بیرون رو نگاه می کردم، دیدم از آپارتمان اومدی بیرون. صبح بعضی وقتا تو سرویسی کمک می کنم، اینو روی در دیدم، ترسیدم گم بشه، واسه همین برداشتمش، به هیچ کس هم نشونش ندادم. ممنون. صبر کن، دیشب ما تو کلانتری بودیم، عمر و برادر تو با هم دعوا کرده بودن. عمر؟ عمر با جان؟ آره، عمر با داداش تو. مام خیلی تعجب کردیم، بچه‌ن دیگه. مامانت هم اونجا بود، خیلی ترسیده بود، اما ما شکایت نکردیم، یعنی بابا رضا نذاشت شکایت کنیم. باشه، میتونی بری. معذرت میخوام پینا. خوش اومدی. خیلی منتظر موندی؟ نه، منم تازه اومدم. خب ببینم، تو قهوه نمیخوای؟ پینار، من میخوام تو بازم با من کار کنی. تو همسر سابقمو دیدی یا حتمنم با هم جر و بس کردین. ببین، من از اومدن اون خبر نداشتم، نمیدونم شما چی گفتین، اما راستشو بخوای اشتباه از من بود. خب من تو خونه یه عکس پیدا کردم، اشتباه برداشت نکن، البته که به وسایل دست نزدم، داشتم یه چیزی رو میذاشتم سر جاش که چشمم بهش افتاد، نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و نگاش کردم. فکر میکنم مال هانده بوده. خیلی بامزه افتاده بودین، منم فکر کردم، یعنی فکر کردم مامان کانه. حماقت کردم، هرچند اصلا شبیه خدیجه خانم نبود. میدونی وقتی زن سابقت اونجوری اومد دم در و گفت من مادر کانم، باور نکردم، یعنی زیاده روی کردم. اونم حق داره. ببین، من هم کارم و هم کانو خیلی دوست دارم، اما وقتی مادر کان منو نمیخواد، من چطوری میتونم ادامه بدم؟ ببین پینار، من با کلسوم حرف زدم، یعنی واسه روزایی که کان پیش منه، من به یه پرستار احتیاج دارم. ببین پینار، تو به کار و منم به تو احتیاج دارم. خواهش میکنم برگرد پیش کار. خیلی به موقع اومدی جانسو. چطور فراموش کردم امروز باید انتخاب واحد کنم، اونم امروز. اوف، باید سفارش ها رو میرسوندم. تو اینجا بمون، باید بعضی وقت تو بهشون سر بزنی. باشه باشه باشه، تو نگران نباش، اینجا رو بسپر به من. خیلی ازت ممنونم جاسو، میبینمت. لطفاً یکم ببرین سمت راست. ببخشید، متوجه نشم. کزا یشید، تام دا سیزن اگینیز. آنمدام. ببخشید، دنبال لباس میگردم، واسه یکی دقیقاً همرنگ و همقد و قواره شما، کادای روز تولد. آهان، الان فهمیدم. خب، اگه بخواین من میتونم کمکتون کنم. میتونین به خاطر من پروف کنین؟ بله البته که میتونم. یه دقیقه. چه خبر زلال؟ چی شده؟ کسی شکایت کرده؟ نه ترس، کسی شکایت نکرده. پس چی شده؟ دیروز با عجله از کلانتری رفتیم.
اونی که زخمی شده بود داداشت بود یا پسر خالت؟ نگران شدم، این دورو برا بودم گفتم یه سری بهت بزنم. آره خب مگه پلیس دوست و در خدمت مردم نیست؟ تو تبلیغات که اینجوری میگن. درسته. خب وضع درسات چطوره؟ با این دخترای لوس چاقالو میونت چطوره؟ لوس چی؟ بی خیال، اون دختری که اون روز باش دعوا میکردی و دوستاشو میگن. واسه هم مهم نیستن، از پس همشون برمیام. ساعت کاری من تموم شده، فکر کنم کلاس تو هم تموم شده، اگه میخوای من برسونمت. نه نه نمیخواد، ممنون، روز بخیر. روز بخیر. مختصر و مفید. این یکم واسه من تنگه اما... نه نه الان دقیقا اندازه شد. به نظر من لباس قشنگیه، تاثیرگذار، حتی خیره کننده. اگه شما دقیقا سایزشو بگین اون وقت میتونم. امیدوارم همون قدری که به شما اومد به اونم بیاد. خب انگار تصمیم گرفتین بخرین، برم درش بیارم. به نظر من انتخاب خیلی درستی کردین، همسرتون خیلی خوشش میاد. واسه خواهرمه نه همسرم. واقعا؟ فکر کنم خواهرتون خوشش بیاد. شانس ما امتحان میکنم. خب من بلد نیستم قشنگ کادو کنم اما خیلی خوب. ارائه شده توسط وبسایت مووی باس. بفرمایید. مشکلی هست؟ هالدون؟ خب بله. چیز خیلی معذرت میخوام، شاید الان خیلی مسخره به نظر بیام اما هالدون اسمیه که من خیلی دوست دارم. وقتی یه روی کارتین اسمو دیدم تعجب کردم. هرچند نباید تعجب کنم، خب کلی آدم هست که اسمشون هالدونه، مگه نه؟ حتما شخصیه که دوستش داری. بله، اسم کسی بود که دوستش داشتم، اسم بابام بود. بود؟ ناراحت شدم، انگار از دستش دادی. بله، خیلی زود و همینطور خیلی بی موقع. کلثوم جون به خدا از برگشتنت انقدر خوشحالم که نمیتونی تصورشو بکنی. شش دختر، تو واقعا واسه همیشه برگشتی اینجا؟ فعلا اینجوریه مامان، من نمیتونم دوری پسرم رو تحمل کنم، یه مدت کار نمی کنم و با پسرم وقت میگذرونم. باشه خیلی خوبه، پس وسایل تو جمع کن تا با هم بریم پایین. اما ببینم تو با آقا کره حرف زدی؟ میدونی که پایین خیلی شلوغه. راستشو بخوای من فقط از این میترسم که یه مشکلی پیش بیاد، یعنی اگه تو و حسین بیاین پایین شاید جامون تنگ بشه. حالا کورای میخواد یه فکری براش بکنه یا نه؟ صبح یکم حرف زدیم، گفت شما دنبال خونه بگردین، بقیهشم با من. خوبه، خیلی خوب. هی کلثوم ببخشید معلم شدی ولی یه ذره مغزت کار نمی کنه، اینو می دونستی؟ دختر این چه طرز حرف زدنه؟ باشه قبول، ولی بدونین اینا طلاق گرفتن، درست نیست با هم توی خونه بمونن. اون وقت چرا فوری شما می خواین بچه رو بیارین پایین؟ دخترم مامانش اومده، مگه می تونه بچه رو بذاره اینجا و بیاد پایین؟ اصلا درک نمی کنی، فقط داری حرف بی خودی می زنی. کلثوم تو می خوای برگردی پیش شوهرت یا نه؟ ببین اگه بچه رو ببری پایین تمام ارتباطت با این خونه قطع میشه، اما اگه کان اینجا تو این خونه بمونه تو هم میای پایین هم زود میای اینجا و به بچه و شوهر سر میزنی. امده چجون سندور، حالا تصمیم با خودته، برو ببین کیه. یادت که نرفته تو هنوز خانوم این خونه. سلام خانم، آقای کورای خواستن اینجا به کارم ادامه بدم. هرچند آشناییمون زیاد خوب نبود اما من میتونم فراموشش کنم. من پینار هستم، پرستار کان.
نمیخوام راجع به پینار مشکلی پیش بیاد. برادرت داره راه تو رو ادامه میده، چه بخوای چه نخوای زندگی ادامه داره و تو هم نمیتونی اینجوری ادامه بدی. تو هنوز زنده ای امیر، دیگه چقدر میتونی طوری رفتار کنی که انگار هیچی واسط مهم نیست. بابا رضا دست عمر چطوره؟ گفتن جاش میمونه، کاری از دستشون بر نیومد، اما خدا رو شکر گفتن چیز مهمی نیست. خدا رو شکر. الان کجاست؟ آصف خانم اینا تو خونشون نقاشی داشتن، فرستادمش اونجا که بی خودی نپلکه، اونجا سرش گرم شه. بهشونم گفتم وقتی اومد بیرون به هم زنگ بزنن و خبر بدن. کار خوبی کردین. من باز میکنم، شما بشینین بابا. بفرمایین تو. نیومدم بشینم، اومدم بهتون هشدار بدم. آقا رضا پسرتونو از پسرم دور نگه دارید. من تا جایی که بتونم وظیفه خودم رو انجام میدم، اما شما هم باید این کارو بکنین خانم محترم. شما نتونستین وظیفتونو درست انجام بدین، نتونستین دخترتونو و نه پسر بزرگتونو ازمون دور کنین، هممونو بدبخت کردین. بهتون هشدار میدم آقا رضا، پسرتونو از پسرم دور نگه دارین. طلایی در رو ببن. خدا ما رو دوباره به هم رسوند. باز کارت پیش من گیره. نیوارت درلر یا اینه دوشتون. گفتم در رو ببند. بابا این آشغالا بد جوری بومیده، میبرمش بیرون که عمه خدیجه عصبانی نشه. خوب گوشتو باز کن خانم، من یه قرونم ندارم که بهت بدم، دیگه اون روزا گذشت. او اسکی دنده. یه لحظه صبر کن، من فقط نمیدونم این عمر باز دوباره میفته دنبال پسر تو یا نه. میگم یعنی شاید یه چیزایی به گوشم برسه، اگه بخوای میتونم بهت زنگ بزنم و بهت خبر بدم. تا اشنه گلیرسه گلمسه ödeme yapmazsın canım. هنوز شمارت همونه دیگه. آره میبینی خدیجه، بدون این که سب کنه تا با هم صبونه بخوریم گذاشته رفته. والا چی بگم داداش، حتما بچه خجالت کشیده. خب اونم میدونه که اشتباه کرده، خیلی ترسیده. تو نگران نباش، ایشالله دیگه از این کارا نمی کنه. باور کن واسه این که دعوا کرده ناراحت نیستم خدیجه، راستش بیشتر قصم از اینه که رفته اون پسره رو پیدا کرده و با اون دعوا کرده. خدیجه بعد از این همه سال چشم تو چشم شدن با اون خونواده خیلی سخته خدیجه. والا داداش باور کن ما بزرگی کردیم. یافتیک یا گردین چوجون قولونو نسی یاخمش.